در دهه 40 شمسی فوتبال ایران با عبور از فراز و فرودهای زیاد اما بدون داشتن عنوان قهرمانی در کارنامه خود به مسیرش ادامه میداد. مهمترین افتخار ایران تا اون زمان کسب دو مدال نقره بازی‌های آسیایی در 1951 دهلی و 1966 بانکوک بود. صبر مشتاقان فوتبال برای دستیابی به مدال طلا در عرصه بین المللی به پایان رسیده بود و میزبانی ایران در جام ملت‌های 1968 بهترین فرصت برای رسیدن به این خواسته محسوب می‌شد. تهران، ورزشگاه امجدیه، سال 1347. کاروان اعزامی رژیم اشغالگر قدس برای این مسابقات عازم تهران شد. یک ملت، یک ضربان. جام ملت‌های آسیای 1968 تا اون زمان اولین محک جدی بین المللی فوتبال ایران به حساب می اومد که به میزبانی کشور خودمون برگزار می شد. فینال این مسابقات می تونست با جدال ایران و اسرائیل شاهد سیاسی و اجتماعی ترین رخ داده این جام باشه. روابط ایران و اسرائیل هم از نظر مردم مناقشه آمیز بود و هم از نظر برخی از سیاست مداران. دولت مصدق دیگه مثل روال سابق اسرائیل رو به رسمیت نمیشنا. اما بعد از وقایع کودتای 28 مرداد 32 و بازپسگیری قدرت توسط شاه، روابط ایران و اسرائیل دوباره از سر گرفته شد. حتی پررنگ‌تر از قبل. مردم ایران به عنوان کشوری مسلمان، حمله اسرائیل و حاکمیت صهیونیست‌ها بر مسلمانان فلسطینی را نمی‌پذیرفتند. و حالا که فرصتی برای جنگ و مقابله برابر اونها پیدا نکرده بودند، زمین سبز امجدیه رو به شکل میدون جنگ می‌دیدن. موقعیت خوب شد. دروازه اسرائیل گل! جام ملت‌های آسیای 68 خیلی خیلی جایگاه کلیدی داره در تاریخ فوتبال ایران. اردیبهشت ماه بود، میشه اردیبهشت 47. و حالا که نگاه میکنیم در واقع بازی هایی بود که همه قدرت های آسیا تو حضور نداشتن. خودمون هم نمیدونیم چرا. فقط برمه، هنگ کنگ، چین ملی، میدونیم که موقع چین کمونیست از چین ملی، موقع چین تایپه یا تایوان رو میگفتن و در واقع رژیم صهیونیستی بود. بعد بازی ها به صورت دوره‌ای برگزار میشد. با این وضع تبی که ایران و خصوصا تهران رو فرا گرفت حیرت انگیز بود. حالا به چند دلیل. یکی برای اولین بار بود که در واقع چنین بازی در ایران برگزار میشه و تدریجا بازیکنان فوتبال بدل به قلمرو ستاره ها گذاشتن، کنار کشتیگیرا میدرخشن. ولی نکته کلیدیش نکته رسانه ای بود. یعنی برای اولین بار بود که مسابقات نه فقط از رادیو بلکه پخش تلویزیونی داشت. البته خب تلویزیون در همه جای ایران نرفته بود، عمدتاً در تهران بود. در تهران هم همه تلویزیون نداشت، اون تصاویر سیاه سفید شاید تا حد زیادی تار. تلویزیون ملی ایران در خدمت فوتبال، خدمت جام آسیایی، 4 دوربین الکترونیک برای پخش مستقیم 10 روز تلاش کرد، 2 دوربین برای فیلم‌های خبری هر روز فیلم تهیه می‌کرد و به نقاط مختلف جهان می‌فرستاد، 4 دوربین برای فیلمی که همتون ملاحظه می‌فرمایید کار کرد. اون موقع تلویزیون تو خونه اعیان پیدا می‌شد و در این حال تو قهوه خونه‌ها و حمام‌ها جای عمومی بود. خب تا قبلش فکری چیز بود، مربی
تیم ملی بود تقریبا تا یه ماه قبلش. بعد سرودی عوض شد، فکری عوض شد، خسروانی اومد، خسروانی محمود بیاتی رو آورد که کمکش هم آقای محمد بیاتی بود. خب بسیار مربی خوبی هر دو بودن، هر دو بازیکن‌های ملی، کاپیتان تیم ملی محمود بیاتی بود و تیم خیلی منسجم و خیلی صمیمی و رفیق بودن با هم دیگه. واسه من خیلی قابل احترامه. از این مسابقات اولا که من وقتی که مربی سرمربی تیم ملی شدم و اینها، اولا محمد را به عنوان مربی انتخاب کردم. این برای اولین مرتبه است که یه سرمربی مربی هم داره، چون سابق بر این همیشه یه مربی بیشتر نبود. من یک کتابی داشتم، کتابی بود که مربوط به تیم مجارستان بود که اون سال سال قبلش به انگلستان برای اولین مرتبه انگلیس 5 تا گل خورد توی زمین خودشون. تا اون تاریخ اصلا انگلیس تو زمین خودش شکست نخورده بودش اینا. بنابراین من تمرینات ها از تیم و از اون کتاب استفاده کردم. تمریناتی بود که خیلی متنوع بودش. توجه کردید وقتی که تمرینات متنوع باشه اصولا بازیکن ها میل بیشتری دارن برای فعالیت کردن و اینها. از اون تمرینات اونجا استفاده کردم و تیم واقعا از نظر فیزیکی اصولا که کاملا آماده بودن. البته از نظر تاکتیکی اینا ما یه مقدار مشکل داشتیم که اصلا با بازیکن‌ها صحبت بکنیم. چرا؟ برای اینکه بیشتر بچه‌های ما همه محصل بودن، اکثرا اینا مشکل بودش و بنابراین کمتر میشد که صحبت بکنیم. وقتی نبود که برای بازیکن‌ها صحبت بکنیم با اینها. ایران در بازی‌های قبلی هنگ کنگ، برمه و چین رو شکست داده و تونسته بود به فینال مسابقات صعود کنه. بلند و کشیده روی دروازه، اولین پیروزی نصیب ایران. این توپ رو همایون بهشتی به ثمر رسوند با ضربه سر. بازی 90 گل سلامی در موقعیت دروازه گل خوبه. این فرزانی هست، گل خوبم رو به ثمر میرسونه فرزانی. ایران در این مسابقه 4-6 موفق شده. این ملی رو سست ظهر 29 اردیبهشت 1347 یکی از اون روزهایی است که در حافظه ملت ایران باقی میمونه. از ساعتها قبل 30,000 نفر صندلی‌های ورزشگاه امجدیه رو به تسخیر خودشون درآوردن. تنفر از رژیم صهیونیستی مردم رو به ورزشگاه کشونده تا به تیم ملی کمک کنن. مردم از این رژیم متنفر بودن و تنفر خودشون نشون میدادن. وقتی تیم بازی داشت طرف میز حریفشو میگرفتن، بازیکنان انتصاب توپشون رو میکردن و به هر حال تنفر خودشون رو نشون میدادن. 29 اردیبهشت 1347 تصور میکنم فوتبال ما به قبل و بعد از این روز تقسیم میشه. این روزی بود که فینال جام ملت‌های آسیای 1968 در استادیوم امجدیه انجام میشه بین ما و اسرائیل، یا بین ما و بازیکنان رژیم صهیونیستی. دو تیم بازیاشون رو با پیروزی سپری کردن، ولی اونا 10 گل زدن و ما 9 گل. حالا تعداد گل خورده اونا بیشتر بود، ولی تیم بسیار قوی بودن و ما بازیکناشو از طریق پخش تلویزیونی و پخش رادیویی بازیکنای بودن که دیگه اسمشون برامون آشنا بود. هنوزم خیلی شاید اسامیشو یادشون بیاد، اشپیگل، اشپیگلر، تالبی، ویسوکر که دروازه‌بانشون بود. و بازی در اینجا و انتظامات ویژه، قیمت بلیط از 10 تومن به بالا و در حقیقت به ظهر نرسیده تمام این
سکوها پر شد و ایران تب زده و خصوصا تهران تب زده به دلیل پخش تلویزیونی. اشپیگلر توپ میخواد. پاس خوب به موقع. شوت. گل. خب بازی اونجوری که میخواستیم برای ما پیش نمیره. یعنی ما 10 نفره میشیم. فریبرز اسماعیلی برای خطا روی طالبی. بازیکن داشتن به نام طالبی که بعدها خود فریبرز اسماعیلی میگه خیلی ضربه خشنی من به پای طالبی زدم و داور اخراج میکنه. تیم 10 نفره شده. گل اولو دریافت میکنیم و بعد تیم در آستانه شکست قرار میگیره. فریبرز اسماعیلی رو داور از مسابقه بیرون میکنه. بچه ها خواهش میکنن بیفایده است. ماین بهزادی آماده میشه و وارد زمین. سوکر کورنر علیه اسرائیل. کورنر از جبهه چپ زده میشه. تا اونجا که تو ذهن من هست رادیو پوشش خیلی گسترده‌ای روی مسابقات داشت. من خودم توی اتوبوس که بودم آقای بهمنی صحبت می‌کردن با اون صدای گرمشون گزارش می‌کردن. دو تا بازیکن بودن اشپیکلر و اشپیکل و اینا رو می‌گفتن دیگه. مردم تو خیابون کوچه بازار این اسامی رو یاد گرفته بودن. می‌گفتن من قبل از برنامه به طنز گفتم که حتی ایستگاهاشون رو معلوم یادشون رفت و کجا پیاده شن، اینقدر درگیر بودن. روی شرفی یک ضربه به سود ایران. این ضربه رو کلیچ خانی میزنه به دیوار دفاع اسرائیل برخورد میکنه برمیگرده. افتخاری تو پوچه رو میبره از همونجا. شوت شوت رو بکیم روی دروازه اسرائیل. خطر گل شدن داشت. کاشانی مهراب نیمه اول با حساب هیچ بر هیچ به سود طرفین خاتمه پیدا میکنه. 45 دقیقه بی آرام گذشت. ببینیم که 45 دقیقه دوم چی پیش میاد. با بازی خشن صحنه هایی که یادمون میاد حسین کلانی هست که دائما روش خطا میشه. حسین کلانی با برانکار میبرن بیرون. حسین آقا بر میگرده. یک از 15 دقیقه به یاد ماندنی طوفانی و پرتب و تاب فوتبال ماست. میکنه اسرائیل رو داور از مسابقه به بیرون میفرسته. 10-10 میشن. با کیفیتی که کلانی از مسابقه بیرون میره 9-10 ایران در برابر اسرائیل باید بازی کنه در حالی که یک گل خورده. دقیقه 75 هیچ وقت اون صحنه فراموش نمیشه. جعفر کاشانی مدافع میانی مون دفاع از قلب دفاع با پا به توپ جلو میاد، توپو به جناح راست میندازه. اکبر افتخاری که از بهترین گوشه‌های تاریخ فوتبال ایران و بازی‌های اون با دوره اکبر افتخاری که از ستاره‌های بیچونه شرا بود، ریز نقش به قول اون دوران روی یک دستمال دریپ میکرد، میره و توپو سانت میکنه در اون محوطه 6 قدم و ضربه‌ای به توپ زده میشه و توپ از خط میگذره یا نمیگذره. دروازه اسرائیل. گل! حالا فوروارد و تماشاچی که در اون جهت هستن تشخیص میدن که تو از خط سفید زیر دروازه گذشته. تصمیم داور شد. داور میره و از داور کنار
اشتباه نکنم اسمش باتاراچی بود با داور هندی و داور هندی اشاره میکنه که گل بازی یکه بازی قطع میشه ویسوکر دروازه‌بان حریف میاد کنار در کنار زمین حمله میکنه به داور جنجالی یعنی این استادیوم حتی در پخش تو از تلویزیون بازی رو من نگاه میکردم و گزارش رادیویی این هیاهو بازی قطع شده و که ادامه پیدا میکنه نمیکنه ولی به هر حال گل پذیرفته میشه ویسوکر از همه ناراحت‌تر به داور خط اعتراض میکنه در جام جهانی 1966 لندن هم این حادثه اتفاق افتاد در مسابقه انگلیس علیه آلمان شباهت این صحنه به صحنه بازی انگلیس و آلمان بعد از نزاع جنگ جهانی دوم مهر تاییدی بود بر اینکه فوتبال دیگه تنها یه بازی نیست. در دقایق آخر اون گل تاریخی پرویز قنیشکانی از پشت محوطه جریمه این قنیشکانیه پا به تو توپوی پاش و گل گل دوم قنیشکانی در این لحظه بزنه دقیقه 87 مسابقه است که ایران با یک گل برتری خودشو پیش میکشه و جام رو در بغلش احساس میکنه اون بچه ها شیرجه میره میزن این عزیز اصلی هست که از دروازه تا به وسط میدون خودشو بسنه تا اون وسترال شلی که واقعا کم نظیر پرویز قنیشکانی استادیوم به وجد بود مشابه شوت های آقای کریم باقری های شوتی که آندرانیک امیمونیان زد به اون تیم تایلندی بولگران این برای میگم که نسل جوان تو ذهن خودش یه مقایسه بکنه که مثلا اون شوت چجوری بوده چون فیلمش موجود نیست و نسل جوان ندیده بازی جریان پیدا میکنه 2-1 به سود ایران توپ زیر پایش بگیره یک حمله بازی تموم بشه بعد میگه تموم پیروزی برابر حریفی که همه میخواستن برابرش پیروز بشه پایان مسابقه جام فوتبال آسیا سال 1968 ایران قهرمان میشه برابر اسرائیل با کسب اولین عنوان قهرمانی بین‌المللی رسمی برای تیم ملی فوتبال ایران فرصتی رو برای ابراز احساس همگانی مردم بعد از دوران خفقان دهه های 30 و 40 فراهم آورد. این شب واقعا یه شب افسانه‌ای بود برای فوتبال که این تیم شکست دادن و قهرمان جام برنفا شدن و مردم به خیابون‌ها ریختن واقعا میگم شاید مشابه شما در شب پیروزی بر استرالیا دیده باشیم یه خدمتتون عرض بکنم که تحولی تو جامعه فوتبال ایران به وجود آورد که در ضمن اینکه ماهیت ورزشی داشت مسائل سیاسی هم درش بود مسائل دیگه هم
در کنار این بورد مطرح بود که به طور محسوسی میشد آدم درکش بکنه، چون مسائل بین المللی به خصوص مسائل اعراب با اسرائیل و سیاست های دولت وقت ایران ایجاب میکرد که به نحوی از آنها ما حمایت خودمون از اون چیزی که در منطقه به عنوان مسلمان حق و حقوقشون بود دفاع بکنیم، و این هم تحقق پیدا کرد. در همون ایام مجله فکاهی توفیق به طراحی احمد عبداللهی نیا کاریکاتوری خاطر انگیز رو در صفحه اصلیش به چاپ رسوند که وقایع جنگ اسرائیل با اعراب رو در میدان امجدیه به نمایش گذاشته بود. ایران برنده شد، ولی اسرائیلی ها زمین رو ترک نمی کردن از ترسشون که حالا بیان بیرون بزننشون یا هرچی. بعد کاپیتان اونا رو به صورت موشدایان کشیده بود. کاپیتان تیم فوتبال ایران هم اون موقع مصطفی عرب بود. بعد کاکو داره به کاپیتان تیم اسرائیل میگه که بازی تموم شده، چرا از زمین نمیریم بیرون؟ میگه ما عادت داریم زمینی که واردش میشه دیگه نمیریم بیرون. میگه نه، از عرب بپرس. مصطفی عرب نشون فکرم به چاپ سوم رسید. ما تونستیم قهرمان آسیا بشیم و با توجه به شرایطی که حاکم بر منطقه و اینا بود، ما تونستیم تیم اسرائیل رو از مسابقات حذف کنیم و به مقام قهرمان، چون تیمشون خیلی خوب بود، ولی ما تونستیم هم در آسیا مطرح مورد توجه بگیریم، هم یک تحول رنسانس اجتماعی به وجود بیاد نسبت به دیدگاه مسئولی و مردم نسبت به ورزش. و همین نقطه وقتی شما مطالعه کنید، ورزش فوتبال ایران شکل میگیره، علاقمندی زیاد میشه، توجه مسئولین زیاد میشه، نهایتا ما با فوتبال جوانانمون روش پیدا میکنه، نوجوانانمون روش میکنه، فوتبال ایران آسیایی میشه دیگه، ما دیگه باورها تبدیل به یقین میشه که ما میتونیم. این شور و هیجان در بین مردم و بازیکنان آغازی بر دوران طلایی فوتبال ایران در آسیا بود. در دو دوره بعدی جام ملت‌های آسیا، ایران به طور متوالی مقام قهرمانی رو کسب کرد. در این دوره ورزش ویترینی برای معرفی ایران به جهانیان محسوب می‌شد. با اینکه توجه به زیرساخت‌ها و مردم کم رنگ بود، ستاره‌ها، ورزشکاران و هنرمندان در مرکز توجه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها قرار داشتند تا شاید تصویر خوبی برای نشون دادن ایران به جهانیان باشه. های آسیایی 1353 به ایران رسید. برای مهیا کردن شرایط میزبانی، اماکن ورزشی بیشتر مورد توجه قرار گرفتند. استادیوم 100 هزار نفری آزادی حاصل همین نیاز برای بهبود وضعیت اماکن ورزشی جهت میزبانی بازی‌های آسیایی بود. در شهریور ماه امسال تهران صاحب یک ورزشگاه 100 هزار نفری خواهد شد که کار بنای آن در کنار شاهراه تهران کرج در نیمه دوم سال 1347 آغاز شد. اکنون مراحل نهایی ساختمان خود را طی می‌کند. استادیومی که سال 1350 اولین بازی رسمی فوتبال رو به خودش دید. ایران در همون بازی‌های آسیایی تونست برای اولین بار به مدال طلای این مسابقات هم برسه و همه رقبای آسیایی رو یکی بعد از دیگری از پیش رو برداره. دو سال بعد هم افتخار دیگه‌ای به تالار افتخارات تاریخ فوتبال ایران اضافه میشه. علی بروین جام قهرمانی ملت‌های آسیا برای سومین بار به روی دستان ایرانی‌ها بالا میره. همون تیم تونست تو این سال
به المپیک مونترال 1976 هم صعود بکنه و بازی‌های خوبی از خودش به جای بذاره. حتی به جمع 8 تیم برتر المپیک هم صعود کرد. همون المپیکی که سال‌ها از حسرت حضور در اون رو با خودمون حمل می‌کنه. معمول میشه این پنالتی رو بزنید قدر به استاکوفسکی با همه قدرت از جای دور میاد و شوت میزنه گل 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 یه رخداد مهم میتونه آغازگر جریانی باشه که تا سالهای سال ادامه پیدا میکنه. پیروزی مقابل اسرائیل قدرت یک شور ملی و یک اتحاد جمعی رو برای همه ارکان جامعه به نمایش گذاشت. باز هم قدرت فوتبال به عنوان یک پدیده اجتماعی و نه صرفاً یک ورزش روشن‌تر شد و ابعادش از یه بازی صرف فراتر رفت.